سلام، این اخبار 28 مای است. دو جوان شهر دوشنبه در باغ فرهنگی فراغتی میراننکو با یک جوان 25 ساله دیگر جنگ و جنجال نموده به سر و روی آن ضربه ها زدند که در نتیجه جوان 25 ساله هنگامی به بیمارخانه بردن به هلاکت رسیده است. زینیدین زیدان که از وظیفه سرمربی رئال رفت میتواند پاری سن ژرمن را راهبری کند. رسانه ها میگویند که راهبریت پی‌اس‌جی نامزدی زیدان را بررسی دارد. دیروز یک نورس در ساحلی چپی دریای دوشنبه وقتی آب بازی غرق شده است. غواصان این پسر نوبالیغ را در میان دریا که در یک سد بتونی در مانده نتوانست حرکت کند نجات دادند و سلامت به والدینش سپردند. سرمربی دسته یوونتوس اندریا پیرلو از وظیفه‌اش برکنار شد. تشکر به اندریو، ما در آینده به شما براری کار تمنا داریم، نوشته شده است در سامانه یوونتوس. چند پیش در چهارراهای شهرهای دوشنبه کلوب دنگره، افتماشین اوپل زفیره با افتماشین اوپل وکتره برخورده است. در نتیجه یک مسافری خورسول در جای حادثه به هلاکت رسیده، یک نفر دیگر در بیمارخانه بستری گردیدند. میلیسیای شهر دوشنبه شهروند گلوف دیلوور را تحت پایگرد قرار داده است. منبع می نویسد که دیلوور برای صادر نمودن جنایت اوباشی گروهی گمانبر دانسته شده است. باید گفت که اول هفته گذشته در نزد یکی از طرفخانه های پایتخت با اشتراک دیلوور گلوف زن و زنی گروهی رخ داد که به اطلاع رسانه ها یک نفر به کار مجروح گردیده بود. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 سپتامبر سال 2021 نفقه های معیوبان از آوان کودکی و نفقه های کودکان معیوبی تا 18 ساله 20% و نفقه های معیوبان گروه 1 50% زیاد کرده می شوند. تماشابینان عزیز، این چند خبر مهم روز را شما در کانال تاجیکستان 24 دیدید. برای آگاهی بیشتر به کانال ما آبونه شده فکر و نظرتان را بنویسید.